دعای عالیت. خیلی مشتاقم امروز، بیشتر از همیشه مشتاق بودم که این پیامی که در قلبم میجوشه به سمع تک تک مشتاقان برسونم. امیدم اینه که در ازای وقت با ارزشی که امروز میذارین، باز هم بتونم قسمتی از زندگی خودمو تقدیم تک تکتون بکنم. آمین. قبل از اینکه وارد پیامی که خدا در قلبم گذاشته بشیم، میخوام یک داستان کوچیکی از کلام خدا براتون تعریف کنم که شاید ربطی به کلام امروز نداشته باشه، ولی این داستان این قدرت رو داره عزیزان که تمامی فضای اینجا رو زیر تسلط، حاکمیت و قدرت خودش قرار بگیره. این داستان این قدرت رو داره که اگه هنوز بعد این پرستش عالی، هیاهوهای ذهنی در ما داره میجوشه و حرکت در میاد، تلاطم‌های در قلب ماست، همه اینا رو زیر تسلط و حاکمیت خودش، تسخیر خودش در بیاره. آمین. این داستان در اول سموئیل باب 5، موقعی که فلسطینی ها بر قوم اسرائیل پیروز شدن، خیلی با پیروزی صندوق عهد خداوند رو که سمبل حضور خداوند بود برداشتن، به اسارت بردن، برداشتن بردن گذاشتن تو معبد بت ابرقدرت خودشون داجون، و خیلی خوشحال و راضی رفتن که شب پیروزیشون رو جشن بگیرن. صبح که اومدن دیدن آقا داجون به رو افتاده جلوی حضور خدا، صندوق عهد خدا، کلش یه طرف افتاده شکسته، بازوهاش قطع شده، و هر کاری کردن که اونو بلندش کردن، دوباره رفتن، دوباره اومدن، لطوپار شده. کلام خدا میگه هر زانویی باید خم شه و هر زبانی در حضور خداوند ما عیسی مسیح باید اعلام کنه که عیسی فقط خداست. آمین. قبل از اینکه کلام خدا رو بشنویم، میخوام که همه بیستیم و امروز قبل از اینکه کلام خدا رو بشنویم، پیروزی خدا رو با دست زدن اون بر هر بت داجون، هر پسمونده بت داجون که داره اینجا تردد میکنه اعلام کنیم با دست زدن. آمین. هللویا. عیسی خداونده، این شاه شاهان، این خدای زنده اینجا در بین ماست، درون ماست، کنار ماست. هللویا. برای تو خداوند، هللویا، برای خون و بدن تو که امروز برای پیروزی تک تک ما مهیاست. هللویا. آمین. هر زانوی خم شود، هر زبانی اعلام کند عیسی خداوند است، عیسی سلطان است، عیسی شاه شاهان است. هللویا. آمین. آمین. امیدوارم اسلحه های روحانیتون باتون باشه. کلام مقدس خدا تو عبرانیان نگاه میکنیم، دو آیه قرائت میکنم براتون، باب 4 آیه 15 و 16. زیرا کاهن اعظم ما چنان نیست که نتواند همدرد ضعفای ما باشد، بلکه من ترجمه قدیم دارم، برای همین هی میخوام خودم وقف بدم با 1009. زیرا کاهن اعظم ما چنان نیست که نتواند با ضعفای ما همدردی کند، بلکه کسی است که از هر حیث همچون ما وسوسه شده است بدون گناه. آمین. اگه این جمله رو به صورت مثبت بخونیم عزیزان، میشه زیرا رئیس کهنه‌ای داریم که همدرد ضعفای ماست. در عهد عتیق کلمه ضعف با قربانی که کاهنان میدادن و خود کاهنان که تقدیم کننده که قربانی بودن خیلی ارتباط داشت. واژه ضعف
اساساً به معنی عیب بود، نقص جسمانی بود، چه در انسان چه در حیوان. در لاویان باب 21 خیلی جامع راجع به این توضیح داده، میگه خداوند موسی رو خطاب کرد و به هارون گفت هیچ یک از تو یا پسران تو اجازه نداره اگه عیبی داشته باشه بیاد خوراک به خداوند تقدیم کنه، یعنی قربانی بده به خداوند، نباید نزدیک بشه، نه مرد کور، نه لنگ، نه آن که صورتش معیوب است، نه دست و پا شکسته، نه گوش پشت، نه کوتوله، نه کسی که چشمش معیوبه، نه کسی که گره، کسی، این شخص اجازه نداره بیاد قربانی به خداوند برای قوم تقدیم کنه. به زبانی انگار داره میگه کاهن خدا باید به نوعی وقتی میخواد قربانی رو تقدیم خدا کنه، به نوعی وقتی در حضور خدا میسته، باید یک هماهنگی، یک همخوانی با خدای قدوس داشته باشه، وگه نه اجازه نداره نزدیک بشه. و این قانون در تقدیم قربانی های حیوانات هم تصدیق پیدا میکنه، صدق پیدا میکنه، که خداوند میگه هیچ قربانی که عیب داره، معیوب، بیمار، ضعیف، اجازه نداریم به خداوند تقدیم کنیم. یعنی هر قربانی که عیب داشته باشه به خداوند تقدیم کنی، انگار بزرگترین اهانت رو داریم به خدا میکنیم. در نتیجه کاهن و قربانی باید هر دو چی باشن؟ بی عیب و نقص باشن. حتی خاندان هارون قبل از اینکه برن برای قوم قربانی بدن، باید خودشون، چون پر از ضعف بودن، ضعف‌های جسمانی داشتن، باید تقدیم میکردن قربانی اول برای خودشون. ولی عزیزان در عهد جدید نقص و ضعف، این واژه بر ضعف جسمانی خیلی به ندرت اشاره داره، بیشتر دلالت بر ضعف هایی که مثل ناتوانی ذهنی، مثل ناتوانی احساسی، مثل کسی که در عاطفش ضعف داره. ضعف در کلام خدا عزیزان گناه محسوب نمیشه، ولی میتونه مقاومت ما رو در مقابل وسوسه ها چکار کنه؟ کاهش بده. بر طبق عهد جدید ضعف از خصوصیات ذاتی انسانه، ضعف ذهنی، ضعف احساسی، ضعف عاطفی. ممکنه گاهی اوقات انسان‌های بدون اینکه خواهان گناه باشن، به خاطر اون ضعفایی که دارن دوست ندارن، درد میکشن، دوست دارن قدوس باشن، در قداست زندگی کنن، ولی به خاطر اون ضعفایی که دارن به طرف گناه کشیده میشن. کتاب عبرانیان عزیزان به ما میگه چطور این نظام قربانی‌ها، قربانی‌های بی‌عیب و تقدیم کننده بی‌عیب در کاهن اعظم ما عیسی مسیح خداوند چی شد؟ تحقق پذیرفت. کتاب عبرانیان این تصویر زیبا رو میده که کاهن اعظم ما بود که هرگز گناه نکرد و مجبور نبود که به خاطر گناهاش چیکار کنه؟ قربانی تقدیم کنه. ولی از اونجایی که به صورت کامل انسانی شد، مثل ما انسان شد، کامل خدا، کامل انسان، مثل ما انسان ها از خیلی جهات دچار وسوسه شد، در وسوسه ها قرار گرفت. چرا؟ تا امروز بتونه همدرد ضعف های ما باشه. اگه فقط امروز عزیزان، فقط امروز همین قسمت رو درک کنین، با تمام قلبم میتونم بگم چه بفهمین چه نفهمیم، بیشتر از حد نصرت یافتیم به وسیله او که همدرد ضعف‌های ما شد و ما رو محبت کرد. اما یه خبر خوش، یه چیز خیلی مهیج‌تر، یه چیز خیلی عالی‌تر، که نه تنها در ضعف‌های ما، کاستی‌های ما، مشکلات عاطفی ما یک شد عیسی مسیح، اون تضادهای درونی که دائما باش دست به گریبانیم، نه تنها عزیزان، اون درماندگی ما رو، شکای ما رو، استراب ها، افسردگی ها،
اون جراحت ها، اون حس تنهایی که دائما بهمون هجوم میاره، اون حسای طرد شدگی، نه تنها اینا رو همدرد شد، بلکه اون احساس نفرت انگیزی که این احساس ها در ما به وجود میاره اونا رو هم میتونه درک کنه. متوجه هستین؟ چه احساسیه وقتی یه گناه میکنی میفهمی درد میکشی نیست؟ یک درد خیلی عظیمیه. عیسی مسیح حتی اونا رو هم درک میکنه. آمین داره یا نه؟ آمین. کلام خدا چقدر زیبا گفته های منو تصدیق میکنه. در عبرانیان باب 5 آیه 7 میگه او در ایام بشریت خود چنان که با فریاد شدید و اشک نزد او که به رهانیدنش از موت قادر بود تضرع و دعای بسیار کرد، ناله های بسیار کرد. این آیه داره به کجا اشاره میکنه؟ باغ جتسیمانی. در کل فیلم مصائب مسیح عزیزان هیچ صحنه ای به اندازه این پر از شگفتی برای من نیست. شاید ده ها بار من فقط این صحنه رو دیدم. لوقا باب 22-24 دوباره اینو میگه. پس به مجاهده افتاد عزیزان، با رنجی جانکا، با یه دردی عجیب، با یه تقلای عجیب دعا میکرد. انقدر درد بود که میگه عرق مثل خون از پیشانی او جاری بود. این آیه داره چی میگه؟ میگه این مفهوم گریه رو میدونه، غم و اندوه رو میدونه، اون کشمکشی که هر انسانی رو خورد میکنه، مخصوصا در مقابل تسلیم و اطاعت به اراده خدا. عزیزان این روزا دارم بیشتر اینو میفهمم که اطاعت خیلی سختتر از اونه که فکرشو بکنم، تسلیم خیلی سختتر از اونه که فکرشو بکنم. میکردم، خدا منو ببخشه که بارها و بارها چهره خودم رو میگم، کاذبی رو در اینجا از خودم به نمایش گذاشتم در مقابل تسلیم و اطاعت. یکی از دشوارترین عزیزان و عذاب برانگیزترین حرفایی که اینجا زدم در مقابل در مقام یک پیام‌آور این بوده که کاری رو به شماها بگم بکنید، وادارتون کنم کاری بکنید، که برای خودم جون کندم بوده، هزار بار مردن بوده. خدا هزاران بار منو ببخشه. عرق مثل خون از پیشانی مبارک او جاری بود. در کجا عزیزان؟ در تسلیم اراده خود به پدر. در همین تسلیم و اطاعته که متوجه میشیم محبت و فیض خدا چقدر عظیم میتونه جاری بشه. وقتی که عیسی مسیح گفت خداوند چطور من این پیاله رو بنوشم، این پیاله درد اگه بشه برداشته بشه. ولی عزیزان وقتی خودشو تسلیم کرد انگار من احساس کردم، میگه ببین خداوند، ای پدر، این عشق پدر بود در قلبم، رویای تو برای زندگی من، برای سرنوشت من خیلی عظیمتر از این درد و رنجیه که دارم میکشم نیست؟ من خودمو میخوام، سرنوشت دردآورمو میخوام تسلیم تو کنم، چون میخوام دنیا ببینه که تو چه پدر باور نکردنی و عظیمی هستی. میخوام جهان ببینه که چه من پدری دارم. اونجا بودی منجی خورد شده ما، تا نه فقط تا جتسیمانی بلکه تا تپه جلجتا، تا اون بالا با قوت راه جلجتا رو برای من و تو رفت، تا امروز بتونه همدرد ضعف ها و شکست های من و تو بشه. عزیزان وقتی ما در باغ های جتسیمانی خودمون هستیم، یعنی موقع هایی که فاجعه های غیر منتظره اون چهره کریه خودشو به ما نشون میده، گوش ما به جز عشق، زاری، ناله هیچ چیزی نمیشنوه، زمانیه که شجاعتمون مثل یک پرندهیه که فرصت پیدا کرده از پنجره پا به فرار بذاره، تمام دنیا و آدمیان به نظرمون خصمانه و تهدیدآمیز میاد، زمانی که هیچ کس جز خودت اون مشقت و درد خودت رو نمیفهمی، زمانی که وارد جتسیمانی شدی
و هیچ حرفی هر چقدر صادقانه نمیتونه تو رو آروم کنه. هیچ آیه‌ای، هیچ سرودی، نمیدونم تجربه کردی یا نه، نمیتونه تو رو آروم کنه. یک شب ظلمانیه که ذهن تو از کار میفته، قلبت پر از خالی بودنه. پنجشنبه بود با یکی از خواهرها صحبت میکنم، 2009 چه اتفاقی براش افتاده بود. قشنگ این لحظات رو میتونستم تجربه کنم، میتونستم حسش کنم که این چی کشیده. از کی صبحگاهان شادی من فرا میرسه؟ کی خاکسترهای شنبه من به صبحدم یک شنبه مبدل میشه؟ کی ای خداوند؟ یک دفعه در اون تقلاها، در اون زمانی که اپیشانی تو شاید عرق نداره، قلب و احساس تو خورد شده از لابلای این پیام، این آیه که او همدرد ضعفای تو شده، نمیدونم چطوری وارد قلبت میشه. یک دست سوراخ شده، یک دستی که پر از مرهم و شفاست، از طریق این وعده وارد زندگی تو میشه. هیچ توجیه نداری که چی شد که یه دفعه جانت برگشت. تمام فکرهای تدافعی تو، تمام طوفانهای فکری تو، تمام به زیر میفته. اونجاست که درک میکنی امانوئیل خدا با ما، امانوئیل خدا در ما. آمین. خدا نه فقط با تو در جتسیمانی ها، بلکه خدا تو رو هدایت میکنه بالای اون صلیب های ناعادلانه بسیار با افتخار حرکت کنی، چرا که او شریک همدرد رنج ها و شکستای تو شده. برای همین دیگه دست از سر انسانی که دماغش رو بگیری جونش در میاد، دست از سر انسانهای فانی بر میداری و خودتو تماماً به اهداف خدا میسپاری. حتی اگه این اهداف هولناک باشه عزیزان، اگه ناامنی زندگی تو به طور عجیبی حس میکنی، ولی میپذیری. یک پذیرش خاصیه که تو اون صلیب که میگه در کناری که مصلوب شد باقی بود، اون باقو در اوج صلیب تجربه میکنی و قدرتی میابی عزیزان که آنچه که توقع داری دیگران به تو بدن، تو به اونا میدی. پدر ببخش، زیرا نمیدونن که چه کار میکنن. پدر ببخش چون نمیدونن، چون ناآگاهن. پذیرش و تسلیم به اراده خدا، نوشیدن اون پیاله و درد و رنج به خاطر عشق پدر، تو رو یک جوری عزیزان افزونتر میکنه، یه جوری بیشتر میکنه از عیسی، یه جوری درون تو پرتر میشه از خدا و از اون انسان کاذب، از اون فریسی درونت کم و کمتر میشه. عزیزان میخوام بگم عیسی مسیح شخصا بحرانهای روحی و جسمی رو تجربه کرده. برای همین در هر شرایطی، در هر شرایطی، در هر شرایطی با دلیری و با جرأت، با ایمان میتونی به تخت فیض اون نزدیک بشی تا رحمت بیابی، تا فیض رو حاصل کنی، فیض رو ذخیره کنی عزیزان. حتی اگه امروز اون وادیا نیستی، فیض رو ذخیره کنی که در ضعف ها و شکستای تو بتونه تو رو اعانت کنه. خدا از ما انتظار نداره عزیزان که با حس تقصیر به خاطر ضعف هامون آخه بمیرم، برای من روحانی نیستم. واش ضعف های ما شرم نداره عزیزان، از ضعفای ما شرمگیر نیست. اون مثل یک پدر عصبی نیست که بگه ببین نق نزن، گریه نکن، اگه همجور ادامه بدی همچین کاری میکنم گریت حسابی در بیاد، نیست. اینا رفتارهای بیرحمانه است که ما انسانهایی که خدا رو نمیشناسیم، فیض اون رو نمیشناسیم، به همدیگه اعمال میکنیم. این روزها بیشتر از هر زمانی دارم میفهمم که اگه به منابع قرازه خودم در بهتری شکلش اتکا کنم عزیزان، بدبخت و قابل ترحم هستم. اما آگاهی از حضور خدای زنده،
امانوئیل، خدا با ما، خدا در ما. یک جور خاصی تو رو در درون تقویت میکنه، امید میبخشه که او بود که شریک رنجهای تو شد. یه جوری که غیر قابل توضیح نیست، خودت باید بچشی و ببینی که در این قسمت خدا چقدر نیکوست. حتی با وجود شرارتهای پیرامونت که همینجور داری دست و پا میزنی، شرارتها رو داری میبینی، ولی سرسختانه عزیزان قدرتی میابی که جلو میری و هر روز بیشتر شاهد این هستی که عیسی در تو افزون تر میشه، عیسی در تو بیشتر و بیشتر میشه. در این روزا به اون نگاه کن، خیره شو به او، مرد غم ها، درد آشنا، به او تفکر کن، به او که در ضعف ها و درد های بیشمارش به سوی کامل کننده ایمانش چون عاشقش بود پدر نگاه کرد. و امروز تو هم میتونی نگاه کنی با هر مخالفت و تهمت و ناعدالتی، میتونی چون او به تو قدرت میده در ضعف های خودت. به او نگاه کن عزیزان. حتی بدترین احساس ممکن، میدونی چیه عزیزان؟ بدترین احساس، بدترین احساسی که یک انسان میتونه داشته باشه که بارها امدادهای الهی رو تجربه کرده. خدا بارها اونو از آتش و آب در آورده، ولی باز هم بی اعتماد میشه، شرم‌آوره، ولی اینا پیش میاد. در جتسیمانی های خودش فریاد میزنه، تو کجایی؟ تو مردی؟ تو نیستی، چشمای تو نمیبینه، گوشای تو نمیشنوه. این بدترین درد نیست برای کسی که نوعیمانه؟ نه، ولی کسی که بارهای خدای سردار لشکرها رو در زندگیش تجربه کرده، ولی اینو میگه در اعتقادنامه رسولان عزیزان، میگه او به جهنم نزول کرد، چون وقتی که بالای صلیب بود عزیزان، آسمان نسبت به او رفتاری خیلی خشونت آمیز کرد. ستاره ها دیگه برای او در آسمان نمی جنگیدن. وقتی از دنیای زندگان به دنیای مردگان حرکت کرد، آسمان و ستاره ها به طور وحشتناکی ناشنوا و کور بودن. الهی، الهی، چرا مرا ترک کردی؟ چرا فریادم دور هستی؟ چرا صداد میکنم و اجابتم نمیکنی؟ طبق اعتقادنامه های رسولان، اعتقادنامه باستان، میگه وقتی که مسیح به جهنم نزول کرد، به این معنیه که به عمق احساسات آمیخته به ترس تو، شک تو، بی‌اعتمادی تو، استراب تو، وحشت تو وارد شد. عزیزان باور میکنی؟ عیسی طیف کاملی از ضعف‌ها و کاستی‌های تو رو، منو در خودش جذب کرد. برای همین شد امانوئیل، خدا با ما، خدا در ما. پس بیا امروز با دلیری نزدیک تخت فیض خدا بشو، از این خوراک مقدس و روحانی با دلیری، و چشمایی که توش عظمته به خاطر خون پربهای عیسی مسیح بنوش، تا در ضعف و شکستای خودت قوت بیابی. عزیزان ضعفای من و تو میدونین چیه؟ در وسیع باز میکنه به سوی فیض عظیم مسیحا. آسمان و جهنم میخوان به طور کامل، یه چیزو بهتون بگم عزیزان، از ضعفای من تو استفاده کن، هم آسمان هم جهنم. آسمان ما رو متمرکز فیض خدا میکنه، آسمان ما رو بلند میکنه، مرمت میکنه، اما جهنم پایینمون میکشه، اشتباه ها و ضعفامون رو بلند میکنه و میکوبه ما رو در ضعف. اگه به صدای دشمن گوش کنی، تو رو در زندان نگه می‌داره، پر از فکرای منفی، افکار ناامنی، اما صدای فیض تو رو بلند می‌کنه، با فرصت‌های تازه به تو قوت میده. از اون گناه آدم و حوا چیکار کرد؟ چیکار کرد؟ قربانی عظیم عیسی مسیح هویدا کرد.
محبت و فیض از طریق گناه آدم و حوا آشکار شد. چیزی آشکار شد که آدم و حوا نچشیدن، اما نواده های آدم به خاطر انسان دوم این فیض رو به خاطر قربانی عیسی مسیح چشیدن. امروز اگه افتادی به زمین خوردی عزیزان، سرنوشت تو روی زمین ادامه پیدا نخواهد کرد. میکا باب 7:8 میگه دشمن من بر من شادی نکن، اگرچه بیفتم بر خواهم خواست، اگرچه در تاریکی باشم خدا نور من است. خدا منو یک روزی به روشنایی بیرون خواهد آورد. چشمای من عدالت او را خواهد دید، نه چشمای دیگری، چشمای خود من. در هر مشکلی عزیزان یک گنج مخفی نهفته است، یک مکاشفه، یک نور که تو رو قوی تر به جلو هل میده. هویت من و تو رو، ضعف ها و شکست های من و تو تعیین نمی کنه. کسایی که تو رو محکوم میکنن، ضعف ها و شکست ها تو به رخت میکشن، اونا هویت تو رو به وسیله اشتباهات تو شناسایی میکنن. در مثل پسر گم شده، پسر بزرگ دست گذاشت روی ضعف و شکست پسر برادرش، پسر کوچیک نیست، اما پدر ضیافت برپا کرد. عزیزان بهترین لباس رو بر او بپوشانید، انگشتری بر دستای لرزان او بکنید، انگشتر اقتدار و دستای لرزان او بکنید و پاهای ضعیف او نعلین سلامتی بکنید، پسری بکنید. ولی پسر بزرگ چیکار کرد؟ گیر کرد در قضاوت، در تنبیه. عزیزان ضعف ها و شکست آینده ما رو تعیین نمی کنه. تو عزیزترین خدا هستی. اگه توبه کردی عزیزان، خدا در توست. تو این مس رو از قدوس یافتی. مس بلند شدن، مس ادامه دادن، مس به عقب برنگشتن. تو این مس رو از قدوس یافتی. و خدا مثل اون پدر از برکاتش ما رو محروم نمی کنه. عاشق این حقیقت متعال عشق حقیقی بدون قید و شرط مسیح هستم. عزیزان عشق عیسی که هیچ متضادی تو اون نیست، عشقی که رستگار می کنه، عشقی که احیا می کنه، عشقی که بلند می کنه، عشقی که بنا می کنه. پتروس 3 بار عیسی رو انکار کرد. عیسی بعد قیام به او ظاهر شد. عزیزان عیسی نگوه چش سفید ای بی چشم رو بیا جلو، این همه محبت بت کردم، حیف نون، بیا جلو. 3 سال فقط دهن بزرگ داشتی که حرف میزدی نیست، بیا جلو الان حالید. اون کلیدار رو اول رد کن قربون شکلت، اون کلیدایی که بهت دادم، کلیدای ملکوت آسمان، اونا رو اول رد کن. سرور که هیچی، رهبر که هیچی. الان همچی حال تو جا میارم تا بفهمیم من کجام، تو کجا. برو اون تای کلیسا بشین برای چند ماه قبل از اینکه بیای گوسفنده و برهای منو غذا بدی، برو اونجا بشین اون تای کلیسا، جلو نیای ها، تا قشنگ حال جا بیاد. عشق واقعی عزیزان هرگز شکست نمیخوره در ضعفای محبوبه خودش. این عشق انسانیه، این عشق مشروط انسانیه که همون بهتر که نباشه. عشق انسانی که پر از خودخواهی و خشونتهای عاطفیه، که پر از بالا پایین شدن هاست. اصلا نمیفهمی امروز هست و فردا نیست. یک نفر اینجاست عزیزان، یک نفر اینجاست که باید بفهمه امروز که اشتباه او، ضعف او آخر خط نیست، بلکه خدای ما خدای شروعای دوباره است، فرصتهای عالیه. و اینو فیض عظیم عیسی مسیح طریق دستای سوراخ شده او برای من و تو مهیا کرد. من 18 ساله تو این کلیسا دارم خدمت میکنم. زمانی که اومدم تقریبا 1 سال خدمت توالت ها، نظافت توالت های برادرها و خواهرها رو با افتخار انجام میدادم. خدمت آشپزخونه، نظافت آشپزخونه، میز کتاب، انتظامات، بعد مسئول گروه های خانگی، یکی دوتا گروه های خانگی بود. یکی 2 سال رهبریت کلیسا،
و بعد خدا این فیض رو بخشید که به طور برای شبانی دستگذاری بشم در هیچ حالتی اصلا، در هیچ وضعیتی عیسی حال منو جا نیاورد. مثل یک پدر دلسوز منو تأدیب کرد، رذایل قلبم رو از نفایس جدا کرد، رحمت او از طریق توبه شامل حال من شد، ولی هرگز خطاب منو، شبانی منو، مسح منو زیر سوال نبرد. تو هستی نسرین، آن که هستی. در رومیان باب 11:29 میگه دعوت خدا، خطاب خدا غیر قابل بازگشته، مگه اینکه آگاهانه و مصرانه در یک گناهی بمونی. اعتراف کن، توبه کن، بازگشت کن، حرکت کن به سوی تخت فیض. شیطان محکوم میکنه، اما عیسی از میان خاکسترهای درد و رنج تو خودشو جلال میده. عزیزان، بازیافتای طلا و نقره بیرون میاره. باور میکنی؟ اجازه نده ضعفای تو، گذشته تو، اشتباهات تو، تو رو تعریف کنه، هویت تو رو تعریف کنه. تو مسح شده خدا هستی، تو فرزند خدا هستی، تو وارث خدا هستی، تو اهل خانواده خدا هستی، تو منتخب خدا هستی. خدا بزرگتر و رحیمتر از تمام ضعف و شکستای ماست. آمین. کلام خدا مصرانه عزیزان به ما میگه من و تو به خاطر ضعفامون دائما به فیض و رحمت چیه؟ محتاجیم. فیض چیه عزیزان؟ فیض به من چیزی رو میده که مستحقش نیستم. یعنی چی؟ آمرزش گناهان، بخشش گناهان. اما رحمت به من چیزی رو نمیده که مستحقش هستم. عزیزان این خیلی قدرتمنده. گوش کنی خوب، فیض به من چیزی رو میده که مستحقش نیستم، اما رحمت چیزی رو به من نمیده که مستحقش هستم. داوری. وقتی قوم اسرائیل از دریای سرخ عبور کردن، خدا چیکار کرد؟ دریای سرخ رو باز کرد. چی بهشون داد؟ فیض. آیا مستحقش بودن؟ نه، فقط فیض بود. درسته؟ اما عزیزان همه بگین اما. وقتی حال مصری ها رو جا برد، زیر آبهای بسیار اونا رو مدفون کرد. چرا؟ تا چیزی رو به قومش بده نده که اونا مستحقش بودن. چی مستحقش بودن؟ داوری. چون اونا مبرا از گناه نبودن، پر از ضعف بودن. یا آمین داره یا نه؟ آمین. پس به دلیری باید نزدیک تخت فیض خدا بیایم و رحمت بیابیم. با یقین ایمان باید بیایم، با اعتراف امید باید بیایم، به خاطر خون عیسی باید بیایم. به تو میده آنچه که لیاقتشو نداری، احیا، مرمت، آمرزش گناهان. به خاطر خون عیسی بیا که به تو میده آنچه که لیاقتشو داری. انگشت تو چشمت نمیکنه، داوری نمیکنه. عزیزان خدا امروز تا ابد به این خون به عنوان ثمره انکارناپذیر اطاعت و تسلیم عیسی مسیح تا به موت نگاه میکنه. خدا امروز به قدرت بی پایان و کفایت ابدی خون عیسی، این خون قدوس که قدوسیت خدا رو ارضا کرد، نگاه میکنه. خدا به این خون امروز نگاه میکنه که هیچ وابستگی. عزیزان واقعا وقتی به این فکر میکنم قلبم پر از هیجان میشه. نمیدونم شما چجوری همجور نگاه میکنید. خدا امروز به این خون نگاه میکنه، به خونی که هیچ وابستگی به خصوصیت و ژن ما انسانهای دائم ضعف و مشک دمدمی مزاج و متغیر نداره. همه خونی که عیسی رو به ردای عدالت، انگشتر اقتدار، نعلین سلامتی پوشوند.
اگه امروزی خون گرانبها نتونه تو رو از روح بندگی، روح محکوم شدن آزاد کنه عزیزان، هیچ مزیتی و خون گاوان و بزها توی عهد عتیق نداره. ولی حاشا، حتی اگه این فکر مغزت عبور کنه، امروز بیا به قدسای خدا داخل شو، حضور پرفیض او، به خاطر خون عیسی داخل شو، با یقین ایمان بیا، با جسارت بیا، همراه با احترام و کرنش. اگه قلب جای تو رو مذمت میکنه عزیز من و میخوای توبه کنی، میخوای ببخشی، ولی جونشو نداری، ضعف داری، گیر کردی، ولی همون مذمتی که روح القدس داره میکنه کافیه. بیا نزدیک تخت فیض تا رحمت بیابی، تا فیض رو حاصل کنی که بتونی با تمام قلبت قدرت داشته باشی دشمناتو ببخشی. این خون امروز برای شفای طرد شدگی، ناکامی ها، برای پیروزی و هر وسوسه امروز مهیاس عزیزان. بذار این خون که خوراک شفا دهنده است، خوراک حقیقیه عزیزان، حتی اگه لعنتی به پاشنه پای هر کدومتون چسبیده، امروز این خون قادره جدا کنه. آمین. چشمای خودمون چند لحظه میبندیم، بعد از دعا میخوام دعوت کنم به جلو کسی که خودشو در روح فقیر میبینه، میخوام دعوت کنم به جلو کسی که نیاز داره به فیض و رحمت خدا، این فیضی که او رو نو میکنه، اون فیضی که ضعف او رو به قدرت و قوت تبدیل میکنه، این فیضی که میتونه کمکمون کنه بر هر ضعفی غلبه کنیم، این فیضی که میتونه در هر وضعیتی ما رو به سرودهای نجات پر کنه. امروز خدا از طریق این خون مبارک، این خوراک حقیقی، این قضای شفا دهنده میخواد تو رو احیا کنه. ای پدر عزیز، واقعا ایمان دارم، میدونم حق مطلب رو ادا نکردم، اون چیزایی که این روزا به من ودیعه دادی در قلب من با اون فیضت، تمام سلولای بدنم پر شده بود از عشق و رحمت تو، که تو چه خدای عظیم و عجیبی هستی. مگه میشه که تو را داشته باشه که دوباره وصل باشه به چیزای دیگه؟ ای خدا، تازه دارم معنی این جمله رو میفهمم که از ضعفای خودم باید نهایت شادی بکنم، چون آنگاه که ضعیفم آنگاه قوی هستم، چون خدا در منه، خدا همدرد و شریک ضعفای منه. عزیزان دعوت میکنم که به جلو بیاین، هر کسی که ضعفی رو در خودش میبینه و قدرت غلبه بر این ضعف نداره، کسی که خودشو فقیر در روح میبینه، اینجا خادمین هستن، خیلی تو قلبمه. اول که اونجا نشسته بودم احساس کردم که خودم یه اشتیاق خیلی شدیدی خدا در قلبم گذاشته، این فیضی که این چند روز دارم تجربه میکنم، توش دارم لذت میبرم، ایمان دارم خدا میخواد به شما منتقل کنم، اما ایمان دارم که خادمین اینجا هستن که در این فیض زندگی میکنن با تمام ضعفاشون. از شما دعوت میکنم به جلو بیاین.